بینندگان عزیز وقت شما به خیر در خدمت شما هستیم با ادامه ویژه برنامه روی خط ایران همونطور که خدمتون ارز کردیم همزمان با مجموع خبرهایی که وجود داره در رابطه با سقوط هلیکوپتر آخوند رئیسی جلاد در فضای مجازی هم شاهد واکنش ها کامنت های بسیاری هستیم از سوی کاربران فضای مجازی در رابطه با این خبر بخشی از تصاویر شادی مردم رو با هم دیدیم در ادامه در این قسمت از برنامه احسان رحمانی در استودیو با ماست تا نگاهی داشته باشیم به همین باستاپ های این خبر در فضای مجازی احسان سلام خوش آمد سلام و خیلی ممنون وقتتون بخیر مهران راستش خبرها در شبکه اجتماعی اونقدر زیاده میشه گفتش که در همین دو ساعت اخیر اونقدر خلاقیت ها در رابطه با خبر در واقع سانهه هلیکوپتر رئیسی زیاد بوده که نمیشه اونها رو حتی جمع کرد به سادگی البته من قبل از اینکه نکته جالبی رو بگم در رابطه با همین اتفاق که شما هم داشتین توضیح میدادین با یکی از دوستان صحبت میکردم دقایقی پیش که از غذا در اون مناطق اخیرا بوده و میگفتش که اون منطقه یعنی منطقه ورزقان و کوههای پیر داوود دقیقا رئیسی داره اون چه که اونجا کرده رو به چشم خودش میبینه موبایل در اون مناطق کلا آنتن نمیده یعنی مردم روستاهای اونجا همواره با مشکل موبایل آنتن دادن موبایل مواجه بودند همواره با مشکل جاده و راه که بتونن مردم اونجا بتونن تردد کنن نه خبر هست که به طور کامل ارتباط قطعه و در واقع نتیجه عدم رسیدگی های در واقع خود حکومت اونجا داره بر سر خود رئیسی میاد و اما بپردازیم به اونچه که در شبکه های اجتماعی شاهدش بودیم همونطور که گفتم کامنت ها بسیار بسیار زیاد هستش عکسی منتشر شده در شبکه های اجتماعی اگه عکس رو بتونن بر رئیسی نوشته به قله نزدیکیم که از هموطنان نوشته بنده خدا چقدر میگفت ما به قول نزدیکیم ما باور نکرده بودیم <applause> هموطن دیگه یک عکس منتشر کرده از همای سعادت اگر به خاطر داشته باشین بله همای سعادت اخیرا در همون کوها دیده شد یکی از هموطنان نوشته گرگ ها اگه به موقع برسن اینشاالله اول صبح صبحانه همای سعادت آماده میشه و اما اگر به خاطر داشته باشید ابراهیم رئیسی یک جایی در یک حرکت نمایشی پشت فرمون وقتی که اون رانندش با سرعت مینف رئیسی اعتراض میکرد که اگه یک بار دیگه این کارو بکنی من خودم پشت رول میشینم به سرعت این تبدیل شده به یک حرکت یا یک انیمیت خیلی بسیار کوچیک که با هم خواهیم دید پخشش کنه و تا فرمان اگه ممکنه خودم پشت فرمون بشینم ها من این دفعه یک دفعه یک کار خودم پشت فرمون بشینام. بله یعنی همون تجربه رو اینجا تو هلیکوپتر پیاده کرده مشت فرمون هلیکوپتر نشسته علی خوب هلیکوپتر با این حال سقوط کرده یک عکسی منتشر شده در شبکه اجتماعی در تلگرام و اینستاگرام عکس خیرس هست میشه بذارید بله در کپشن این عکس نوشتن که من یکی رو پیدا کردم یعنی این خرسه داره میگه یکی رو اینجا پیدا کردم که فقط تا ده بلده بشمره آشنای شماست که ظاهرا رئیس است اون منطقه خرس و گراز و حیوانات وحشی هم زیاده که یکی ای از خبرها بود دقیقاً است. الان خدمت شما عرض میکنم بهش میرسیم در همین فرصت کوتاه من نمیدونم چطور این آهنگ از کجا پیدا شده نوشته وضعیت الان مردم ایران با شنیدن اسم هلیکوپتر در واقع گفتن که سرود ملیمون الان شده هلیکوپتر هلیکوپتر با هم بشنویم اگه میشه پخشش برای این هلیکوپتر هلیکوپتر البته به اشکال مختلف داشت شبکه اجتماعی دست به دست میشه که من خودم تا این آهنگو نشن واقعا این سرعت عمل قابل تحسینه گفتم اصلا نمیشه جمع کرد من واقعا به سرعت یه تعدادی رو فوروارد کردم اینجا بازی در شبکه های اجتماعی که از نیروهای مردمی خواهشمند این فورا خودتون رو به محل حادثه برسونید و اگه رئیسی زنده بود با بیل سقطش کنید یک عکس دیگه هستش همین الان پخشش کرد نوشته وضعیت مردم ایران برای شنیدن خبر نهایی مرگ رئیسین در واقع تصویری از کمدی هستش اینجا در واقع لحظه شماری میکنن ظاهرا هموطنان برای شنیدن خبر نهایی یک هموطن نوشته آقا میگن جایی که رئیسی سقوط کرده خرس قهوه‌ای زیاده و به شدت اون مناطق زیاد هست برای سلامتی اون خرس ها دعا کنید هموطن دیگه ای نوشته آخه نامردا اون قدم بیرحم نباشید دعا کنید که درخت ها چیزی نشده باشند یک هموطن دیگه نوشته منابع محلی نوشتن با تاریک شدن هوا احتمال حضور حیوانات وحشی در منطقه محل سقوط هلیکوپتر رئیسی وجود دارد این وجه خنده حیات وحش متنوعی هم دارد بخشی از حیوانات وحشی منطقه از این قرارند خرس قهوه‌ای وحشی پلنگ ایرانی، گرگ، گربه جنگلی و وحشی، گراز وحشی، شغال با عرض پوزش، اتون هموطن نشته رئیس جمهور به زودی با پوزش سک خواهد شد و اما باز یک کامنت دیگه بخونم نوشته که به شما شام هم دادن اینجا رئیسی خطاب به گرگ های جنگل های سعب العبور پیر داود. هموطن دیگه نوشته ما داریم توی یک سریال تنز حرفه‌ای زندگی می‌کنیم یکی کتلت شد رئیسی تو چون توی جنگل احتمالا میشه کوکو سبزی باز یک هموطن دیگه نوشته اسم روستایی که اطراف هلیکوپتر سقوط کرده هستش قدلار که به ترکیه یعنی گرگ ها یک ایران چشمش به شما گرگ هاست و اما باز یک کامنت دیگه براتون بخونم نیروهای هشت و شعبی اعلام آمادگی کردن برای پیدا کردن ابراهیم رئیسی در جنگل های کموطن نوشته که ظاهرا چون جنگل هم ندیدن به اونجا میرن و پول خوبی هم احتمالا گیرشون میاد اما باید مواظب باشن که تومه خرس ها نشن باز یک کموطن عکسی از رئیسی گذاشته و نوشته یادتونه که رئیسی میگفت آنگوزمان حالا فهمیدیم منظورش چی بود یعنی یه جوری از هوا بیفتی که کل امکانات مملکت هم نتونه پیدات کنه به هر حال مهران کامنت ها اونقدر زیاده البته باید در کنار این کامنت های تنز که خب در واقع میچربه به هر نوع کامنتی باید باز اشاره کرد به اینکه در شبکه اجتماعی فراخان های بسیاری هم وجود داره مبنی بر اینکه از مردم دعوت میکنن برای شعار دادن و اعتراض به خیابون ها بیان و از این فرصت استفاده کنند شعارهایی مثل رئیسی آشلاش دست ها روی ماشه که این را اینها رو هم روی دیوارها حتی من شاهد بودم و در شبکه اجتماعی دیدم که نوشته بودن به هر حال ممنونم از فرصتی که دادین بله متشکرم از شما خیلی ممنون